برنامه عزت منان تماشاگران برنامه چراغ هدایت دوستداران خوب ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و سلامتی و رحمت الله بر حق شما باد. باز هم وقت نشر برنامه شما عزیزان رسیده، یعنی برنامه چراغ هدایت که در فصل اول برنامه تلاوت چند از کلام الله مجید را داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بزودي سبق مغزان از مردم میگویند چه چیز آنها یعنی مسلمانان را از قبله که بر آن بودند باز گردانید. بگو مشرق و مغرب از آن خداست، خدا هر کس را بخواهد براه راست هدایت می کند. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. همان گونه که قبله شما یک قبله میانه است، شما را نیز امت میانه قرار دادیم. در حد اعتدال میان افراد و تفرید تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد و ما آن قبله را که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افراد که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شود و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود. این را نیز بدانید که نمازهای شما در برابر قبله سابق صحیح بوده است و خدا هرگز ایمان یعنی نماز شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. تأمین امنیت روانی کودک و یا چگونه ما میتونیم تأمین امنیت بکنیم به آنها تا در تربیتشان عمل را و یا مسئولیت در تربیتشان را کرده باشیم و یا تربیت خوبی به آنها داده باشیم؟ توجه بفرمایید به ارشادات استاد سید عبدالکریم حسینی در همین مورد. عرض سلام و احترام و ادب محضر شما برادران و خواهران ایمانی. خوشحال هستم که امروز بنده و همکاران این برنامه مهمان خانواده گرم شما شدیم. انشالله که از دعای خیرتان فراموش ما نکنین. پیرامون تکریم اولاد مطالبی را محضر شما
خوبان تقدیم میکردیم که چقدر خوب میشه که نسبت به اولاد خود و نیازهای او توجه بکنیم. چند نیاز مهم کودکان مورد دقت باید قرار بگیره. یکی بحث محبت بود که در جلسه پیش خدمت شما بیان کردیم. حتما از محبت‌های گرم و نورانیتان اولادتان را محروم نکنین. گاهی وقتا خدای نکرده اگر اولاد خالی از محبت من به عنوان پدر یا مادر شد، او وقتی آهسته آهسته پا به سن میگذاره، به عنوان یک فردی که باید محبت او تأمین بشه رو به دیگران میاندازه. و وای از او روز، قانون گرم خانواده تان را مأمن نور و محبت بکنین، طوری که اولادت از نگاه محبت در خانه سیراب بشه و دیگه نگاهش به بیرون از خانه و بیرون از خانواده نباشه. این بسیار مسئله دقیق و مهمیه. اما نیاز دومی که کودک در زندگی با من و کسی که همراه من زیر یک سقف نفس میکشه، این نیاز را داره، تأمین امنیت. باید امنیت خانواده را به عنوان پدر و به عنوان مادر تأمین بکنه. تأمین امنیت یعنی تأمین امنیت روانی کودک. گاهی وقتا ارتباطاتی که با کودکان و نوجوانها بنده دارم و درد دلهایشان را گوش میکنم و حتی نامه های فراوانی از اینها را گاهی من دارم که برم نوشته میکنند، از مهمترین دغدغه‌شان که میگن بحث اختلافات پدر مادری است. پدر مادر بزرگوار، تقاضا میکنم اختلاف سلیقه هایی که به طور طبیعی گاهی وقتا در هر خانه میتونه باشه، این اختلاف سلیقه ها را در درون قلب دریایی و زلال اولادت منتقل نکن. در مقابل چشمهای پاک و معصوم اولادت این رفتارهای پرتنش را نداشته باش. از پیش پا افتاده ترین حق اولاد این است که من به عنوان پدر و مادر امنیت روانی خانه را گارانتی بکنم. یک عرضی را عاجزانه خدمت شما سروران، برادران و خواهران ایمانی تقدیم بکنم. کاری نکنیم اولاد ما از محیط خانه و زندگی ما فراری بشه. خدا نیاره او روز را، خدا نیاره زمانی را که اولاد به دنبال این مسئله باشه که یک راه حلی پیدا بکنه، ولو برای دقایق کوتاه خانه را ترک بکنه. منظورم این نیست که او را زندانی در خانه بکنین، نه، انشالله شما متوجه عرض بنده شدین. منظورم اینه چنان تراوت و امنیت و شادابی را در خانه مستقر و مستحکم بکنین که گرایش خاصی نسبت به بودن در خانه و علاقه وافری نسبت به محیط خانه در اولاد تو به وجود بیایه. ممنون از حوصله‌تان. در پناه خدا. خدا حافظ. عزیزان بیننده برنامه چراغ هدایت، در این قسمت حال حدیث نور را داریم. از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: خداوند ید یعنی دست خیش را به شب می گستراند تا توبه کسی را که در روز گناه نموده قبول نماید، و ید خیش را به روز می گستراند تا
توبه گناهکار شب را بپذیرد تا آفتاب از مغرب طلوع کند. اسباب بی التزامی در تعهد و سازندگی کدام چیز هست؟ توجه بفرمایید به صحبت های مفتی صاحب شمس الرحمن فراتر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به عنوان نتیجه بحث هایی که در حلقات گذشته داشتیم، مبحث امروزی ما در رابطه با اسباب بی التزامی و اسباب بی تعهدی هست. چه عوامل و اسباب وجود دارد که یک انسان متعهد شده نمیتواند، یک انسان التزام کرده نمیتواند، یک انسان ملتزم شده نمیتواند؟ در این مورد در مجموع تقریبا 8 سبب است که به سبب یا به خاطر این 8 اسباب یک انسان غیر ملتزم می شود، یک انسان تعهد سپرده نمی تواند. اول، ناآگاهی نسبت به تعریف و چارچوب و محدوده تعهد و التزام. التزام نمی فهمه، تعهد نمی فهمه، به همین خاطر بالاخره بی تعهد می شود و بی التزام می شود. دو، همنشینی با اشخاصی که التزام ندارند، با اشخاص لاوبالی که وقت مبارک خود را در چرس و پودر و شراب و لهو و لهب و دیدل افلام مبتذل و در سیاحت های بیجا می گذراند. با همچنین اشخاص نشست و برخاست سبب از این میشه که تو هم ملتزم نباشی، تو هم یک انسان غیر متعهد باشی. سوم، ضعف ایمان. هر کسی که ایمانش ضعیف باشه، تعهد و پابندیش هم ضعیف است. با یک انسان بی ایمان و ضعیف الایمان اگر تعهد بسپاری، شاید که به تعهد خود و به وعده خود وفا نکند. پنجمین چیزی که سبب می شود که یک انسان ملتزم نباشد، گاه گاه پدر و مادری که او پدر و مادر خودش ملتزم و متعهد نیست. ما جوانان را داریم که به نماز جماعت صبح می آمدن ولی الان نمی آین. چرا؟ ولی به من مادرم گفت که راه خطر داره، 100 متر راه مسجد و خانه است، خطر داره. یا گاه گاه پدر و مادر الگو می شود برای اولاد. وقتی یک دختر می بینه که مادرش به حجابی میکنه، وقتی یک پسر میبینه که پدرش نماز نمیخونه، وقتی که یک اولاد میبینه که پدر و مادرش همیشه با هم جنگ و جدال و نزاع و منازعه دارن و به دین و امور دینی پابندی نمیکنن، خود به خود اولاد هم متاسفانه متاثر میشوند و هم راه پدر و مادر را تعقیب میکنند و از اثر عدم تعهد پدر و مادر اینا هم مردمان لاوبالی و بیبند و بار به وجود می آین. ششمین چیز که سبب می شود وسوسه های شیطانی هست. او اگر ما به نماز برم در راه کشته نشوم، او اگر ما حق بگویم بندی نشوم، اگر ما خواهر خدا که به حجاب است امر بالمعروف بکنم دو نزنم. نه، ای وسوسه شیطانی هست، باید ملتزم و متعهد باشیم و حق به مردم بگوییم و از ملامت هیچ ملامتگری نترسیم. هفتمین چیز، بی‌توجهی اطرافیان. زمانی که اطرافیان ما، همسایه های ما، رفقای ما نسبت به ما بی‌توجه باشد، ما و خودت نصیحت نکنه، ما و خودت وصیت نکنه، خود به خود بی‌توجه و غیر متعهد به وجود و به بار می آیم. هشتم، غفلت از پیامدهای بی التزامی
که ما نمیدانیم که به التزامی و عدم تعهد چی آثار بد و چی پیامدهای بد دارد. پس اگر ما بدانیم که عدم تعهد و به التزامی چی آثار بد دارد، باز خود به خود متعهد می شویم، ملتزم می شویم و به امور و به مسئولیت های خود رسیدگی می کنیم، که انشاءالله بقیه مباحث را در حلقات بعدی خدمتتان تقدیم خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان بیننده برنامه چراغ هدایت، رسیدیم لحظه لحظه به آخر برنامه خود و ناگزیر از حضور شما عزیزان مرخص شوم. حال نعتی را داریم بعد از نشر امینتیه. تا برنامه بعد، الله یار و یاورت. زندگی تلخ است بیاد خدا، شاد و شیرین است نام مصطفی، جان من فکر دیگر را دور کن، دل به یاد مصطفی مشغول کن، با محمد کی رسانت خبر ایمان را، سوی جانان کی برد نامه مظلومان را، سید آبار خدا سوی تو هستیم روان، رنوای بکنین قافله ایران را، با مصیبت زدگان سرکوی تو زدد، خونفشان گریه کنان کبول کنم چشمان را، ار زمینی که رسم از شوق تو باشم نالان، یا رسول الله امرای خیش کنم بلبل خوشیلان را، گر رسم بر دری آن روزه اقدس یک بار، خاک رو بی دریان روزه کنم مشگان را، بخت اگر یان شود یا آواز من جان طلبت، غیب و من دانم آن کس غیب نداند بجز از من، منم آن عالم اسرار که ار غیب بدانم، پاک و بی عیبم آن بیننده عیب ام خلقان، در گذارم دوان پوشنده عیب امگانم، اما من بینم بیننده بی دیده و چشمم، اما من گویم گوینده بی کام و زبانم، شنوای اما خلقان جهانم باقی قوت، شنوایان جان را سخنان می شنوانم، ای قیومم آن دم که کس از خلق نماند، من یکی منفرد و قادر قیوم به جانم، هر شب و روز لطف و کرم و جود
وجود و جلالم 360 نظر سوی دلت می نگرانم گر از این خسته دلت یک نظری باز بگیری زود باشد که شمی کشته تیغ خزلانم ذره ذره ز تو تاوت به کریمی بپذیرم کوکو از تو ماسی ذکرم در گذرانم کفر صد سالم ببخشم با یک اقراری زبانم جرم صد ساله و عفوت ذکرم در گذرانم پس برانگیزم از خاک به سرای قیامت در چنین انجمن آوان پرده ای رازت ندرانم یا الهی تو برانی هماجات سنایی که مسلمانم یارب نیزان گم شدگانم و صلات و سلام بیدت بر رسول الله و آلش تا وبد هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة و علیه السلام.